با ادامه خشونت ها علیه اعتراضات مسلمت آمیز مسلمانان هند سیاست اسلام ستیزان حکومت این کشور با برخی واکنش ها روبرو بوده است تا کنون پارلمان آلمان، پارلمان انگلیس و سازمان پناهندگان سازمان ملل متحد این خشونت ها را محکوم کردند. همچنین مقامات و سازمان های مردمی کشورهای پاکستان، ترکیه، ایران، اندونزی، مالزی، بنگلادش و افغانستان از این قانون جنجالی انتقاد کردند. در بنگلادش فعالان توییتری خواستار لغو سفر قریب الوقوع نخست وزیر هند به این کشور شدند. همچنین اعتراضاتی در افغانستان که به طور سنتی رابطه خوبی با هند دارد مطرح شده است. مهاتیر محمد نخست وزیر پیشین مالزی کمپینی را علیه قانون جدید شهروندی هند و خشونت علیه مسلمانان کشمیر به راه انداخته و رئیس جمهور ترکیه نیز از خشونت اخیر علیه مسلمانان دهلی انتقاد کرده است در پارلمان بریتانیا نیز بحث های داغی در محکومیت خشونت علیه مسلمانان هند در جریان است خالد محمود نماینده بیرمنگام و عالی ترین مقام مسلمان در پارلمان انگلیس با طرح این موضوع خواستار موزه سریع درباره این خشونت شد نایجل آدامز وزیر خارجه انگلیس نیز خشونت های دهلی را نگران کننده توصیف و بیان کرد مقامات انگلیسی از جمله طارق احمد از مسئولان وزارت خارجه این کشور در این باره با دولت هند در تماس هستند خالد محمود اعلام کرد نه تنها مسلمانان بلکه هندوهایی که با این قانون تعبیز مخالف هستند هدف اقدامات خشونت آمیز هندوهای افراتی قرار گرفتند با این حال نمایندگان پارلمان اروپا رأیگیری درباره قطعنامه انتقاد آمیز از قانون شهروندی هند را به تأخیر انداختند در این قطعنامه قانون شهروندی شدیداً تبیزامیز خوانده شده است